درود به شما لسن اسکریپتی های عزیز، من سعید روسا هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام برگردیم در رابطه با هوش مصنوعی صحبت بکنیم و تمام شاخه‌هاش رو باز بکنیم. در آخر کلیپ هم میخوام از یک هوش مصنوعی خیلی قوی استفاده بکنم که اخیراً رونمایی شده و حتما براتون خیلی جالب خواهد بود. پس با من تا آخر کلیپ همراه باشید. ما امروزه از هوش مصنوعی توی کارهای خیلی زیادی داریم استفاده میکنیم، اما آنچنان بهش توجهی نمیشه. مثلا خود ماهواره یا انجین های گوگل که داریم از گوگل استفاده میکنیم، یعنی اون سرچ هایی که داریم میزنیم، ورودی هایی که داریم تعریف میکنیم، آپدیت هایی که خودمون داریم انجام میدیم، کاملا داره اون سرچ جستجوگر رو داره هر روز آپدیتش میکنه. اون آپدیت داره کمک میکنه به این قضیه هوش مصنوعی. و در حال حاضر اگه ما توی اینترنت هر چیزی رو سرچ بکنیم برای ما بالا میاد و اون نتیجه اون اینپوت ها ورودی هایی هستن که ما داریم به کامپیوتر میدیم و اون دقیقاً داره همونا رو به ما برمیگردونه و ما میگیم که اینترنت الان چیز خیلی خفنی هستش. چرا؟ چون من هر چیز داخلش سرچ میکنم برای من میاره بالا. حالا با همه این صحبت‌ها تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی تعریف نشده. یعنی دانشمندان این زمینه دور هم جمع شدن و به صورت توافقی تصمیم گرفتن یک تعریف کاملاً توافقی در موردش داشته باشن و بگن که هوش مصنوعی در اصل یعنی هوشی که رباتی که بتونه مثل انسان فکر کنه و مثل انسان عمل کنه و کل این قضیه رو ما هوش مصنوعی میگه. تاریخچه هوش مصنوعی برمیگرده به جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که یک سری پیام‌ها به کمک ماشین انیگما بین یک سری افراد رد و بدل میشد و آلن تورینگ اومد به کمک تیمش ماشین بمب رو طراحی کرد که اومد ماشین انیگما رو رمزنگاری کرد و این همون جایی بود که پایه و اساس ماشین لرنینگ به وجود اومد. تفاوت هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی داخل چی هستش؟ توی برنامه‌نویسی ما برای اینکه یک سری تعریفات رو ایجاد بکنیم از ایف و السا تعریف می‌کنیم. مثلا میریم تعریف می‌کنیم، میگیم اگر فلان اتفاق افتاد فلان نتیجه رو بده. یعنی یک سری اتفاقات محدود هستن که کاملا تعریف شده هستن، اما توی هوش مصنوعی اصلا محدود نیست این قضیه و ما اتفاقات و ورودی‌های متنوعی داریم. مثلا برای تبدیل صدا به متن یا تشخیص چهره، چهره‌های متفاوتی داریم و قرار چهره‌های متنوعی به عنوان ورودی وارد اون برنامه بشه. یا صداها رو تبدیل کنیم به متن، صداهای متنوعی داریم، اکسنت‌های متنوعی داریم و اینا قرار به متن تبدیل بشن. پس کاملا این دوتا با هم دیگه متفاوت هستن. هوش مصنوعی از 6 تا دسته تقسیم میشه که مورد اول اکسپرت سیستم یا سیستم خبره است، مورد دوم روباتیکس، مورد سوم ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین، نورال نتورک یا شبکه‌های عصبی، 5 منطق فازی یا فازی لاجیک، مورد ششم پرش زبان طبیعی یا نچرال لنگویج پروسسینگ هستش. هوش مصنوعی به چند تا لول دسته‌بندی میشه؟ Artificial Narrow Intelligence، Artificial General Intelligence و Artificial Super Intelligence. یا به عبارتی هوش مصنوعی محدود، هوش مصنوعی عمومی و سوپر هوش مصنوعی. هوش مصنوعی محدود یعنی همون مرحله‌ای که در حال حاضر داخلش قرار داریم، یعنی همون ماشین‌های تسلا که میتونن لاین‌ها رو تشخیص بدن و بدونن کی مثلا به سمت چپ یا راست حرکت بکنن، یا همون هوش مصنوعی اینترنت که ما با توجه به ورودی‌هایی که بهش میدیم ازش داریم استفاده می‌کنیم. هوش مصنوعی عمومی یعنی اون چیزی که در آینده نزدیک قرار بهش برسیم، یعنی ربات‌هایی رو طراحی بکنیم که بتونن مثل انسان‌ها تفکر کنن و کاملاً ظرفیت و گنجایش مغزی برابر با انسان داشته باشن. و در انتها هم سوپر هوش مصنوعی رو داریم که میتونیم به هوشی بگیم که میتونه بهتر از انسان عمل بکنه، بهتر از انسان فکر بکنه و عملاً یک هوش فرابشری هستش. حالا با همه این تعریفی که نسبت به هوش مصنوعی داشتیم و آگاه شدیم نسبت به این مسئله، بریم با هم یک نمونه بارز و آخرین چیزی که تو این زمینه اومده رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم چه اتفاق میفته و نتیجه خوبی ازش میتونیم داشته باشیم. برای اینکه بخوایم از این تکنولوژی خفن استفاده بکنیم، اول باید وارد دیسکوردشون بشیم. اسم دیسکوردشون رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. اسمش از Meet Journey. وقتی وارد شدین سمت چپ توی قسمت Newcomer Rooms، اونجا که وارد میشین یک سری روم‌های اولیه داره، مثلا نیوبی 5، نیوبی 35، عددهای مختلفی اونجا دارید میبینید. روی یکی از اون کلیک میکنید و پایین تو قسمت کامنت که میخواید وارد شید یه دونه بک سلش میزنید، یه دونه اسلش میزنید و توی اسلشش امجین رو میزنید یا همون تصویر سازی کردن. امجین رو که نوشتین شروع میکنید از یک سری جملاتی که دوست دارید مینویسید. هر جمله که دوست دارید مینویسید، میتونه کلمه باشه، میتونه یک جمله کامل باشه، هیچ فرقی نداره. جمله رو که تکمیل کردید، بعد از اون شما میتونید وایسید تا نتیجهش رو ببینید. جمله رو که واردش میکنین یک دقیقه طول میکشه تا اونو براتون رندر بکنه و یک درصدی هم کنارش میاد. وقتی که درصدش تمام بشه اسکرول میشه پایین صفحه و اون پایین دیده میشه و چون که کاربرا زیاد هستن تونتون پشت سرش عکس میاد و عکستون رو سیو کنید و اگر عکس خیلی جالبی در اومد هم برای من بفرستید. بریم با هم دیگه ببینیم چه نتیجه ازش میگیریم.
واقعا فکر نمی‌کردم که اینقدر بتونه توی همون زمینه هوش مصنوعی محدود هم اینقدر خوب عمل بکنه این سیستم، و خیلی سورپرایز شدم و ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید و یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم به اشتراک بذارید.